بسم الله الرحمن الرحیم. خب این اجلاس بیشتر تحت تأثیر آثار این بیماری کرونا در بازار نفت قرار گرفته، چون این بیماری موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش بویژه حمل و نقل شده، حمل و نقل کالا و مسافر زمینی و هوایی، و تقاضا برای نفت کم شده، چون تولید نفت به نسبت کم نشده. عدم توازن بین عرضه و تقاضا موجب کاهش جدی قیمت نفت در این هفته ها شده، و اینجا الان بحث است که مقداری اوپک و غیر اوپک تو کاهش بیشتری بدن نسبت به توافقی که در دسامبر داشتن. خب بعضی از اعضای اوپک خیلی هم موافقن، البته اینکه چطور تقسیم بشه بین اعضا بحث است، ولی غیر اوپک هنوز توافق نهایی باش نشده برای کاهش. این روزهای این صحبت ها خواهد شد. به نظر من امیدوارم که به یک دستاوردی برسیم. به هر حال بازار الان اضافه عرضه بشه است و این بعضی از اعضا فشار زیادی بهشون میاد به دلیل کاهش قیمت های نفت، و تلاش میکنن که کاری بکنن که این قیمت ها بیش از این پایین نیاد. آقای زنگین، ایران حمایت میکنه از سیاست؟ ما به هر حال همیشه از سیاست هایی که به نفع مصرف کننده و تولید کننده بوده در اوپک حمایت کردیم، و اینجا هم فکر میکنیم توازن بین عرضه و تقاضا به نفع دو طرف بازار خواهد بود. بسیار متشکرم آقای زنگین.